بچه‌م اومد اینجا که گم شده زنه چون محبته گفت من رفتم این پرده‌های لعنتی رو بگیرم. برو فقط برو الان. بچه‌ها رفتم پایینو بگردم. کجا رفتم بگردم؟ نمیتونیم اینطوری بدون وسیله با موتور بریم دنبال بچه‌ها. فهمیدی؟ نه خیلی خوب الان پیدا می‌کنی. عزیزم آروم بگیر، داد بزن. آروم بگیر بچه‌ها، باشه. باشه داد بزن. اینجا سگ داره بچه‌ من فقط 5 سالشه. امیر نرو دنبال. امیر بود اسمش دیگه. آره. امیر یه کاری بکنی. بیا با ماشین بریم چون الان تاریک میشه. میریم. کجایی تو؟ کجایی تو که بچه‌ها؟ حواسم بهش بود. یه رفتم دستشویی دیدم. غلط کردی رفتی دستشویی. من فکر کردم رفتی تو پارکینگ. بابا پارکینگ چی؟ با خودم اصلا نده تو همینا. داد میزنه. اصلا نمیاد اون گوشی. چه ساختمون گشت. خانم اومد، خانم. آقا گفتم اینجا امنه. کجا بود تو خانم؟ این پای خوابش برده. امیر چیش کرد؟ خدا رو شکر پیداش. امیر بابا. جان. چیزی نیست. آقا مطرف تو رو خدا حواست باشه دیگه. آب بگیرون و مامان من خیس نشم. کجا رفته بودی پسرم؟ ها؟ ماما خیلی ترسیده. دنبال کسی رفتی؟ آره؟ من کمش میگفت امیر کجاست بیاد به من غذا بده. گفت این امیر کجاست پس بیاد یه لقمه نون پنیر پیتزا بده دستمون. غذا دادی؟ آره دیگه بابا چون مجبور بودم. موبایل اینجوری تو جیبم بود، دیدم یکی داره پامو گاز میگیره. نگاه کردم دیدم هان گشتش داره منو گاز میگیره. یعنی اگه حواسم اون کلا منو خورده بود. مثلا فکر کنم میمدم خونه میدم یه پام نیست. چی شده؟ هان خورده. کاش فقط همین بود. همینجوری نشسته بودم رو موتور دیدم پام خیس شد. نگاه کردم دیدم بله. پرتولاشو بده. بیاس. بودو ماما بیا سرمه نخوری برید بسرم. میخوام دوش بگیرم میام لباسش تنش میکنم. بیا بقل بابایی قربونش. بچه شد. چی بابا جون؟ دوت خیست شد. آه نگاه کردم دیدم اوه اوه جناب هانگ کارشو کرده. کارشی؟ دستشویی نگه. نگو من یادم رفته ببرمش دستشویی. بودشو خیست کرد؟ نه دیگه بابا جون میگم که منو خیس کرد. خب اینجا بشین تا من بیام تکون نخورم. خلاصه این آقای هانک پدر آبروی ما رو چی؟ در آورد. حاله این لباسای تو خونش کجاست؟ خودم میام الان. با فرهاد جونم بابا اگه یکی کلارم بینه عیبه؟ معلومه که ایبه بابا جون. حتی هانکم؟ آره بابا کلن ایبه. فهم مامان بابا میتونم ببینم. ای دیدی؟ دوباره صدات کرد. ببین چی میگه؟ جوابشو بده. اگه یکی خواست ببینه حتما باید بیای بابا بگیم. خب؟ مرسی از این همه توجهت. سپر کپ دادم امریکام کوس. نمیدونم تو مهد جا گذاشتی؟ آخه من دیگه چجور مادری هستم؟ آخه مگه تو چجور مادری؟ معطل این پرده ها شدم. فکر کردم اگه دیر بیام خودش وای میسته پلو این یارو. آقا مطلق اونقدم ترافیک بود. باشه حالا عزیزم چیزی نشده که قربونت. چطور چیزی نشده؟ بچه هم حالش خوب نبود اصلا. هیچیش نیست طبیعی دیگه یکم ترسیده. سگ میخواد وگرنه راه نمیفته دنبالش بره تو بیابون. نه بابا سگ چیه خونه رو کثیف میکنه. بعدم صد دفعه به این کمالی گفتم برو اول بچه های دیگر رو برسون بعد بچه منو بیار خونه. اصلا بیخیال سرویس شیم. سرویس میخواد چیکار؟ رفتنی صبح که همش داریم خودمون میبریمش. برگشتنی هم یا من یا تو میریم دنبالش دیگه. اینجوری پول سرویس هم نمیدیم. چکای ما رو چکا کنیم؟ نکن چندشم میشه. نگران نباش اوکیه تا من رو داری غم نداری. فقط پیش مامایدین ها یکم بد شد نه؟ نه بابا تفلکا بهشون گفتم گرفتاریم.
بستار هم هنوز باز نکرد. قربونت برم عزیز دلم، تو نگران نباش، هم چکا پاس میشه، هم وسایل خونه میگیریم، هم تو یواش یواش از اون کارت میای بیرون میشینی پای ترجمه راحت. بعدم همین که از اون سگدونی خلاص شدیم خودش خیلیه. ویو برو ببین، همه آرزوشون همچین ویوی داشته باشن. به خدا همین یکی دو ما سخته بقیش. با این پولمون میتونستیم بریم همون سگدونی رو بخریم، نه اینکه بیایم انقدر پول اجاره و رهن بدیم. خودت گفتی اونجا رو دوست ندارم، مامانم اینا از اونجا خوششون نمیاد. حالا من یه چیزی گفتم، اینم بشور. نکن سیفه این. اوی اینم برای همین زحمت هایی که میکشی. چیه این؟ دیگه ببین دیگه چی کار میکنی فرا تو این وضعیت مالی ما؟ چیه رنگشو دوست نداری؟ اینو برای خود خریدی یا برای من خریدی؟ ای چه فرقی میکنه، من تو نداریم که. برو بچه، برو بچه جون. اون موقع که میگفتی تفاوت سنی اصلا مهم نیست، بعد یاد این روزات هم میافتد. یادم نبود فرد من پیر شدم. قربونت برم، تو پیر خودمی. خاموش نکن، مسواک نزدم. بلش کن، صبح بزن. ای عجب خری، باش چراغ روشن کن ببینم. خیلی بی‌ادب شدی، یه پردن برای اینجا سفارش میدادی بعد نبود آن شنبه یک شنبه شده. دیگه پولم نرسید. داداش دنتول شیشه که رکتون هم شیشه. دنتول یه بسته باز شدن بیشتر نداری ها اوناش، میبینی؟ چیکار کنیم؟ دنتول رو بده. نوروبیون آوردی؟ ایرانی؟ ایرانیشه که همه جا دارم مرد حسابی. خارجی که ممنوعه نیست. دنتول چند تا؟ دو بسته. 24 تا کمه که بابا. مگه قطعی اومده؟ بابا دنتول تا الان 12:01 بوده. امروز به خاطر اینکه فردا پنجشنبه از شب جمعه است، خیر عمو تو چیشه کش کردم. اینجا همه دندوناشون خوبه. اونجا رو ببین، اینا رو میخوام. خیلی ازش بردم. اون ویزیتوره، تو هم ویزیتوری. ازش همه راضی بودن. سلام. سلام. اینجا چیکار میکنی؟ خواهی برم. اون یه افشین کش ما رو. خب گفتم شب میارم خونه. داروخونه نزدیک اینجا بودم، گفتم ببرم براش خلاص شم دیگه. میخواد چیکار این همه عطر زنونه رو؟ چه میدونم، شاید زن متنوعی داره. زن متنوع داره یا زنای متنوع داره؟ ای شیطون، از کجا فهمیدی؟ زرنگ شدی یا؟ خوشم نمیرسم موش بگردی. خب حالا خوب، اول رفیق جناب عالی بوده، بعدم ازش دارو میخوام. این باز یه جا دیگه اشو کوبیده که. کی؟ نگاه نکن تابلو. مگه فضولی؟ چی میگی میشنوه؟ خیلی بیاده او، برای خودش میگم کلن کوبیده از اول ساخته. زایستی که شوهر گیرش نمیاد. همین از شما خوشگل نیستن که از دلم. حالا بد نیست با این یور رئیستون سلام علیک نکردم؟ نه بابا ولش کن، باید داد کلون بزنم یه ذره. باشه باشه بس، برو اینا رو بده من برم سایی. در رو چرا قفل کردی؟ مگه نهیدی در همسایه شکستن؟ دیدم، کی شکسته؟ با من دیدم کی شکسته. اینقدر اینجا سرصدا کرد همه جا رو گذاشته بود رو سرش. منم گفتم مطلق بیاد بالا، بعد حولش داده فرار کرده رفته. بابا یعنی چی؟ یعنی نفهمیدن چی بوده؟ زیلی آدم فضاییه بود. وایده خالیه که با فرار چونه بابا؟ من بیشتر از من ترسیده بود. ساکت باشه دقیق، قضیه یه جوریه. یعنی چی؟ منظور چیه؟
مطلق میگه آدرس اشتباهی اومده بوده. مگه میشه همین یه ساختمونه دیگه چجوری اشتباه اومده؟ خان محمد میگه یارو از قصد اشتباهی آدرس داده بوده، بلکه اینجا خونه خالی زیاد بوده. باشه حالا من خودم تتو شدم. چطوری؟ من گشنه نیست. نه بابا. اگه اشتباهی میومد دم خونه ما چی؟ یارو چاقو هم دستش بوده. چی شد این مدیر ساختمونه میگفت دوربین مدار بسته میذارم، چرا نذاشت پس؟ تازه سازه دیگه، اگه وامی سادیم کامل میشد که بعد دو برابر پول میدادیم. گیش کردم. چی؟ الکی میگه. الکی نمیگه، کرده. هزار دفعه بهت گفتم متنفرم از این کاری که میکنی. بیا اینجا ببینم غلط کردی که جیش کردی. بیا اینجا سری حالا قول میده. برو تو اتاق ببینم، برو تو اتاق. غلط کردی نداره. حالا نه کار من کار نداشته باش. اگه من اینا رو بهش یاد دادم میشه مثل یکی از اینا. خیانت کردیم به بچه. چه بچه هست میترسه خب. برو تو بی تربیت. این بچه هست یه منو تو بهتر میفهمه. این برقا برای چی رفت؟ واسه واسه نور بندازم. چیه ماما؟ بیا بالا سرتو. بیا سرتو بالا ببینم. هیچی نیست ماما، هیچی نیست بسر. بیا. پسر خوبی نیستم. چرا بابا، کی گفته؟ خیلی هم پسر خوبی هست. مامان نمیدازی تو اتاق تاریخ؟ نه بابا جون، مامان عصبانی بود. برگر شما هم بابا قول بدید جیشتو بگی دیگه. نگاه کن هانگ جیششو میگه. اگه شما نگی چجوری ما از هانگ میتونیم انتظار داشته باشیم که بگه؟ ها؟ آفرین. پاتو بده بالا، پاتو بده بالا. تموش. سپر کاپیتان امریکا تو پیدا کردی؟ همجا واسطه تکون نخو نیفتی؟ سوره. چرا بابا؟ می تو مهد جا نذاشتی؟ این بر دستتو بکن تو سردت بابا. بابا چونه بابا؟ یکی گیگی من دیده. دروغ میگی؟ امین بابا کی دیده؟ من میداده تو دکتاری. نه عزیزم گفتم که نه، جواب منو بده کی دیده؟ یادم نیست. خیلی کارت بده دروغ میگی ها، هیچکی از آدم های دروغ گو خوشش نمیاد. من دروغ نمیگم، دروغ گو دشمن خداست. میدونم نمیگی. حالا این چیزها رو با امان نگی، دهنمون رو صاف میکنم. دهنمون رو صاف میکنم؟ نگو بابا نگو. فوسه؟ نه نه، یاد اومد به من بگی ها. خب دست دارده بالا. امیه بابا جون تو بیابون کسی کاری کرد؟ راست میگی؟ قربونت برم، گوش بده دقیقا من چی میگم. کسی تو بیابون گیگیله تو دید؟ بیابون نه. نکنه دکتاری که درست کن دیگه. سیم کشش مشکل داره بابا. امی ببینمت خوبی؟ خوب امیه. به جایی که بازی کنی به این پرده رو نصب کن تو رو خدا. کی میخواد ببینه؟ بیابونه دیگه. چی؟ میگم بیابونه دیگه، انگار همه واسطه ما رو ببینن. بیابونه؟ تا دیروز که ویو اینجا جنگل بود، حالا شد بیابون؟ الان هم از فصلش نیست. فراد یکی قشنگ کرم داره، این فیلتر سیگاراشو عمدن میندازه تو گلدونای من. این درم یه روغن بهش بزن دیگه، اصلا نه باز میشه نه بسته میشه. کارم خیلی بد بود نه؟ چی؟ بچم امیر ترسید خدا منو بکشه. انقدر ماما اعصاب من خورد کرده بود. فراد میگم اگه به واسطه ماما اینا بخواد کار آمریکامون درست شه چقدر طول میکشه؟ خیلی. چرا خیلی؟ مگه من بچه‌شون نیستم؟ چه میدونم، خودمون باید فکر بکنیم. به خدا مردم روانی شدن، اصلا دیگه جای زندگی کردن نیست اینجا. داشتی میومدی و مادره رو با بچهش دیدی؟ کدوم؟ نزدیک پل هوایی وای میستم، من هر موقع میام میبینمشون. یه زن و بچه هن، معلوم نیست بچه مال کدوم بدبختیه. تابلو خفگیرن. کجا فهمیدی؟
خیلی تابلوه. خبرش همه جا پیچیده. میدونی چیکار میکنن؟ یه زنی بچه رو میگیره بغلش، بعد مثلا سوارش میکنی میبرتت یه جای خلوت، بعد 10 نفر میریزن رود، خفگیری میکنن دیگه. من میدونی یه جا خوندم، میدونی چی نوشته بود؟ نوشته بود که تخم مرغ میندازن رو شیشه راننده، بعد دیگه راننده هیچ جاره که نمیبینه، که همونجا وای میسته، یه دفعه چند نفر میریزن با قمه و چاقو ماشینو میبرن، بعدش هم بدبخت معلوم نیست چه بلایی سرش میاد دیگه، حالا زن باشه واویلا. من دارم اینا رو بهت میگم که یه وقت اگه اینا رو دیدی سوارشون نکنی. تو میشنوی من چی میگم؟ دارم گوش میدم دیگه. چی گفتم؟ گفتی این زنا رو سوار ماشین نکن. گفتم زنا رو سوار ماشین نکن. من این همه حرف زدم گفتم زنا رو سوار ماشین نکن. قبلش چی گفتم؟ قبل این جمله چی گفتم؟ باز شروع کرد. قبلی چی گفتی؟ دارم گوش میدم دیگه. گیر میده. سلام، خوبی؟ ممنون. امیر خوبه؟ متشکرم، مرسی. بازم ممنون بابت اون روز. نه بابا کاری نکردم، چرا اومده بود تو بیابون؟ نمیدونم، مثل اینکه دنبال سگ رفته بود. چی رفته بود؟ حالا هم شانسش خورده بود به ترافیک دیر رسید دیگه. مامان تو فهمی گفت بچه‌هاشو نیوردن بذارن اینجا. خانم بروچی بزرگوار، چشم، باز مزاحمتون میشه. چیزی میخوایی بگی؟ نه نه نمیگی؟ چیزی نیست، چی بگم؟ با اجازه. نیفتی؟ حواسم هست. سلام آقا. سلام. خامامه. بله آقا. بیا. جانم هی روز امیر گم شد اینجا داشت بازی میکرد؟ نه بالا پشاخ مطلق بود که ها رفته بود بیابون. مطلق که میگه اون موقع دستشویی بوده که؟ من نمیدانم. اسباب بازیش چی؟ تو نهیدیش؟ کدام اسباب بازیش؟ یه سپر قرمز آبی گرده. نه من ندیدم. خیلی خوب، برو به کارت درست. باشه کاری نداری، ما میریم خونه ماما اینا. بار بنام خدافز. امانا میخواستم با بابا صحبت کنم. به بابا نگی اومدیم اینجا. خوب پسر خوب به حرف مادرش گوش میکنه. اگه حرفم گوش کنی میگم خاله برات لباس بتمن بفرسته. مامان سپرم میخواه. خانم زرشناس بفرمایین داخل. پاشو بفرمایی لطفا. فقط لیفت؟ بر لباستون لطفا. بسته مامان، چقدر میشوری میسابی؟ مامان گفت توالت های اونجا شلنگ نداره. گفتم اگه اینطوری من که نمی. من شلنگ اصلا مهم نیستش که، شلنگ رو میشه نصب کرد. مگه حرف زدی با مامان؟ نه بابا حالا که نه. مگه شما حالا یادتون میفته مادری هم داری؟ به سر بزنی. اون از اون خواهرت که قرعه کشی برد. لاتاری مهمه، لاتاری برد. حالا هرچی، پشت رفته سالی یه بارم نمیاد. همایون هم که میاد از همون دم در حامد و میذاره و بزرگ برمیگه. روبراش شد کاره شمایون؟ من که نمیدونم. اونم میپرسه که حالا اسب کشی کرد؟ خونش بزرگه؟ گفتم من نمیدونم، دعوت هم نکردی که ببین. ما یه جور نگو دعوت نکرده، انگار مثلا من عمدن دعوت نگم. من به جون امیر هنوز کارتونا باز نشده تو خونه. قربونت برم آخه، من که بهت میگم بیام کمکت کنم. اون از اون خونه که تای ترون بود میگفتی محلش خوب نیست، اینم از این خونه. حاج آقا اینم برگه گارانتید. خیلی ممنون. خب
خب اینقدر پچ نکنی آبرومونو بردین. یارو به جای کار کردن یه سره واسطه به حرفای شما داره گوش میکنه، کم مونده ما رو خواستگاری کنه. به من میگه اون دخترتون که آمریکاست چند سالشه؟ دلم کن بابا تو هم آبرو آبرو به خودم بگین لطفا. داشتی چیکار میکردی؟ هیچی هم نزوش درستاتو بخونی؟ نه کاری نشنش بسته بود. وضع درستات چطوره؟ همه خوبه؟ خوبه، بدک نیست. بابا تا کی نهیدی حامد؟ میبینمش. پدر سگ چیه گفی تو بیشور گمشا ببینم چیکار میکنی فراد؟ چیکار میکنی بیشور؟ بیادب لیس میزنه منو فراد. بچه هستی که لیس میزنه، لیس بزنه. تو یکی چی نگو صبح تا شب بچه رو فلک میکنی. من فلک میکنم؟ اون کاری که تو میکنی از صد تا فلکم بدتره. بیا ببینم ات پسر، بیا نگاه کن ببین بچه‌م صورتش چیکار کردی. بچه رو صبح تا شب میندازه تو اتاق تاریک واسه به من میگه. باشه تو خوبی، تو روشات درسته. چی میگی واسه خود؟ روش تو خوبه الان؟ آره من اصلا تو طویله بزرگ شدم، نمیخوام بچه‌م مثل خودم بشه. راحت شدی؟ دو دفعه باهات حرف میزنم هی قمه بر نده بزن تو سر خودت. بیا مام بیا بذار بستنی بده. بیا بیا مام کدومو میخوای؟ بیا نگاه کن مامان تو. باشه بمیرم برات، بمیرم. بیا مام این بستنی رو بگی سرم، بگی دستم. چه بچه را بیا قربونه دارم. بیا مامان بیا پسر بیا بخونم تو کارتونه چیره دا ست ست و لیش میزن. بمیرم برات مامان، اشکال نداره پسر. خب پسرم من شیرم، تو شیری، مامانت چیره، این چه کاری میکنی تو؟ موندم درد میکنم. کجاش درد میکنه مامان؟ کجا؟ اینجا. اینجا بمیرم الان برات شربت میارم. گوشت ماما غذا بهت میدم الان بخوری. آقای کولیوند شما مگه گوشتتونه بی زحمت بیا ماما اینو اول بخور بعدون. اگه گوشتته لطفا زنگ بزن بیرون غذا بیارم، من نرسیدم غذا درست کنم. چی میگه؟ انگار هر روز غذا درست میکنه فقط یه شب شام ندی. ببخشید کی گفته مسئول شام زنه؟ والا اون خانم سیمون دوبواقتون هم برای شوهرش شام درست میکرد. اون شوهرش سارت بود، بعدم از این کارا نمیکرد. الان اگه چیزی میخواهید دستور بده من برات درست کنم. نه خیلی من چیزی نمیخوام، اون قواعد ویژیتریان گوسفندیم انگار. گشنم من گشنت پاشو خودت برای یه چیز درست کن دگلاس. هرچی گفت خودت. پاچه جمع که میخوام بشینم با تو همه. باز میخوای اینجا بخوابی؟ قهر کردی دوباره؟ پنج ساله کردستان ماسماسک و بردر رو چشات مسخره نشون. بگی بشین میخوام با جدی حرف بزنم. هم گوش میدم دیگه.
بچه‌م امروز خودش می‌خواسته از پنجره خونه مامانم اینو بندازه پایین. برای چی؟ نمیدونم، داشتم با حامد حرف می‌زدم تو اتاق، دیدم مامان یهو جیغ زد اومدم بیرون، دیدم لب پنجره نشسته میگه می‌خوام خودم بندازم پایین. یعنی چی؟ مامانم که بدبخت اصلا پس رفت. خودم همینطور مات موندم بهش. بابا رفت یه چیزایی بهش گفت، یه قولی بهش داد، رازیش کرد آوردش پایین. بچه ها از کجا این چیزا رو میفهمن؟ چیو؟ همین مثلا خودکشی و اینا رو. کی گفته میخواست خودکشی کنه؟ میخواست خودکشی کنه دیگه، پس میخواست چیکار کنه؟ بحث لفظش که نیست. یه وقت ربط نداشته باشه به اون شب گم شدنش. شب ادراریاش هم زیاد شده. چه ربطی داره؟ بچه از حالا یه کاری کرده، سری بزرگش میکنه، اسم میذاره روش خودکشی فلان. شاید میخواسته حتی فیلم و کارتوناش اینا رو در بیاره، اسپایدرمن و بتمن و نمیدونم موجودات فضایی اینا. همونا که خودت برش میگیری. من میگیرم که ببخشی سپر و لباس نمیدونم چی چیه، کاپیتان کی و فلان و بتمن و اینا رو خواهر سرکار میفرستم، من مجبور میشم برم کارتوناشو بخرم. من الان دارم دنبال مقصر میگردم، میگم بچه‌م چشه، چیکار کنیم براش؟ باشه حالا خانم درستش میکنم. چی رو درست میکنی؟ ای بابا رفتارمو. من هر دفعه میام تو این خونه دیگه میترسم به خود این بالکن رو نگاه کنم، میترسم خودشو بندازه. در سفته زورش نمیرسه، روغنم دیگه نمیزنم. میرم تو بالکن، یه وقت میخوام گلا رو آب بدم، آپاش خالی میشه، برم آپاشو پر کنم بیام، یه وقت در باز بشه بره تو بالکن خودکشی کنه، من چه خاک به سرم بریزم. کن حالا اگه ول کرد، فقط میخوای اعصاب منو خرد کنی. خودکشی چیه؟ این حرفا مال توئه. لب بلندی بخشی از وجود اون مرگ طلبه، به پنین پایین بوم مال توئه. نمیدونی بدون هر وقت میینه گلدونا رو بدی، من نمیدونم چرا همش فکر میکنم همین الان خودت میندازی پایین. خودت اینجوری فکر میکنی همین مثل خودتان. تو روانی شدی دیوونه ای؟ تو از ارتفاع میترسی، من برام خودم بندازم پایین؟ آروم حالا میگی چیکار کنم؟ پاشو جای این تلویزیون عوض کن. باز برای چی؟ بچه‌ست داره تلویزیون نگاه میکنه، نگاش میفته به اون پنجره، چیکار کنم من؟ کجا بذاریمش؟ چه میدونم؟ بذار اینجا، بذار اونجا. آنتن نداریم، بذار اینجا، بذار اونجا. آنتن نداشته باشیم، دو روز تلویزیون نبینه تا بری سیم بخری. هر دقیقه داره سی دی میبینه، حالا دو روز نبینه تلویزیون. اون صافش کن. بابا خطر داره، نگاه کن چه کنه است. ببین مرا بریم. باش می بکن داری بریم بالا. نمیخواد. دیدم. نه خیلی میترسی. ببین. نه نمیترسم. باید ببینی. ببین دارم میبینم دیگه بابا جون، نگاه کن دارم میبینم. نه خیلی ندیدی، خوب درست نگاه کن. بیا ببین. دیدم. بودا به من نبودی اون سفینه. خریدیم بلیتشو دیگه، نذاشتن سوارشین. چرا؟ گفتم که مال بچه های بزرگتره. من بزرگترم دیگه. نه خیلی بزرگتر. از این حامه؟ آره. بشین بشین، خطر داره. اه بشین ببینم. بیا بگی اینو بخور. امیر بابا اون شب که برقا رفته بود و یادته؟ یادته گفتی یکی گیگیله تو دیده تو همون بودیم؟ گفتی اگه یاد بیاد میگی کی بوده؟ یاد نیمه؟ چند سالگرم داری حامد جان میمون تو همون سفینه رو سوارشم. گوش کن حواست نیست نه، گوش کن ببین چی میگم دیگه. اون سپری بود که نشونه دادم، تو نه سال نخریدی. باشه میخریم، اول جواب منو بده. اون دید تو هم دیدی؟ فی. باز میگه کی؟ حواست نیست دیگه، دارم باهات حرف میزنم. مسخره بزنه اونو بده من. اون روز که گم شدی کجا رفتی؟ چی شد؟ هیچی. لباس اسمایی من حواسم نخریدی، باهاتم قهرم دوستم ندارم. میگم حرف بزن مثل آدم، بگو کی بوده؟ با کسی بودی تو بیابون؟ منو نگاه کن. چرا نشستی لب پنجره مامان جون اینا؟
همه تجیتم کرد. چیکار کرد؟ چی تو تبلتش داشت نمیداشت من ببینم. تو بیابون چی؟ منو نگاه کن، شورشو در آوردی ها، بگو دیگه. گریه نکن، گریه نکن الکی، گفتم گریه نکن ها. من کی فوش دادم دروغگو شده؟ خوشم نمیاد ها. گفتم شورشو در آورده، این شعور اون جان عزیزم. بیا جان، گریه نکن، گریه نکن، بیرونو ببین چه خوبه. سلام آقای مهندس. سلام. قرار شده موتور و دوچرخه ها رو پارکینگ منفی 3 بذارم. به کس چه ربطی داره؟ پارکینگ هم دارم، میخواد موتورم کنار ماشینم بذارم. قانونه دیگه. چطور قانون اون آقا سه تا ماشین میذاره تو پارکینگ؟ از همسایه‌ها اجاره کرده. بله شما گفتی، منم باور کردم. فکر کنی نمیدونم شیتیل میگیری هر جا خالی بود میگه این آقا ماشین بذاره. چه حرفی آقای مهندس؟ مردم به ما اعتماد دارن. اینا که انقدر خوب بلدن قانون بذارن، بالاخره چیکار کنم اون انباریا؟ انگار مشکل تفکیک دارن. به من چه مشکل دارن؟ خونه سه خوابه گرفتیم یا اتاقش کردیم انباری. داستان این دری که شکوندن چی شد؟ صاحب اون خونه سه واحد دیگه داره خالیه، خودش هم گوشی رفته خارج، شارژ هم نمیدی. اون آقا هم فرستاده اینجا زهچش بگیره شارژ نده. دلمون خوش بود اینجا همه آدم حسابی. امیر بابا بودو بیا اینجا، بودو اینا دست نزن به اون ظرف کثافته، بیا اینجا ببینم. امیرم اون روز که گم شد یه سپر از بابازی تو لابی جا نذاشته؟ تو لابی فکر کنم دستش بود، تو بیابون جا نذاشته؟ نمیدونم شاید. بذار آقای فرهودی بیاد من ازش سوال کنم. ما هر 24 ساعت شیفت اون عوض میشه. با اجازه. باز کن ببینم تو دستش چی؟ میدونم مال خودتو ببینم. عاشق هم دیگه بودن ها. نه کن دختر ها بالا میخواد خودشو بندازه پایین. بیچاره پسر چه التماسی میکنه؟ حالا یکی داره از اینجا فیلم میگیره. تو خانوادهش نمیدونن و تو خونه بوده. کی میفرسته اینا رو برای تو؟ وحشتناک نه؟ فیلم بابا همش تو ساده. نه بابا فیلم چی؟ نگاه واقعیه. نگاه باشه. دیدم ولش کن. رسین چیز چی؟ سرتو بیا بیرون از اون خبر مبر و درست حرفتو بزن. حالا نه که جنابالی همش سرتون تو این کانال های همشهریاتون نیست. خدا این خونه کی پر میشه؟ ماما اینا رو دعوت کنیم. نصف تهران یه آنفولانزای خفیف بگیرن همه چی ردیف میشه. ما رو باش، نونمون با مرض مردم در میشه. چی میگی تو بابا؟ شهر بازی خوش گذشت. امیر لپه تو دهنش قیص نمیخوره. میخوای بچه تمین خودت همه چی رو پنهون کنه؟ حالا مگه چی شده؟ یه شهر بازی رفتین دیگه، چیه مگه؟ حرفم زدی؟ نه پس در سکوت بازی کردیم اومدیم. فرد وقتی باهات حرف میزنم این آدم جواب منو بده. دارم جواب میدم دیگه. خودت گفتی حالش خوب نیست، بردم شکم حالا هواش عوض میشه. من سواله میپرسی؟ چته؟ برای چی همش قاطی خوب؟ باز گیر دادن ها شروع شد. شنگول و منگول و هپه هنگو میگن ما از کجا بفهمیم تو مادر مایی؟ اگه راست میگی دستتو نشون بده. که خب چجوری دستمو نشون بده؟ من از سرگنده ها میترسم. از چی میترسی؟ از سرگنده ها. منم میترسم بابا جون. خیلی گنده. آره گنده. ولی از پسته نمیترسم. من پسته هم میترسم. بخواب دیگه بابا بخواب.
خوابم میبره فکرش میاد خدا. فکر چی بابا؟ فکر چیش؟ بهش فکر نکنه، چه بیشتر فکر کنی بیشتر چیشت میگیرم. به گفت بوسی به اون که اصلا فکر نکنه، اگه بخواد بیاد خودش میاد، اون وقت بگو تو زم؟ نه یعنی بگو بریم دستشویی بکنیم. ای خواب بودم چیش؟ و تو خواب نکن دیگه. خب دست خودم نیست که. ای بابا اگه تو خواب نفهمیدی اشکال نداره. پنیزم میاد. چی؟ فکرش. بخواب بابا دیگه، اگه اومد بکنم اینجا. شب بخواب. بغل نمی کنی؟ دست تو بجاوش دست ما. خوبه؟ خلاص پیداست. چی؟ خلاص پیداست. گریه نکن دیگه. اه؟ گریه نداره؟ چیش کن؟ بابا امیر جان چیش کن؟ چیش کن ببرم بخوابونم. ببین نمی کنی بعد تو رخت خواب چیش میکنی. آفری ببین بلدی چه خوب. این کپسول رو صبح ناشتا بخور، اینم نیم ساعت قبل شام یا نهار، اینم که شبا قبل از اینکه بخوابی یه دونه از این استفاده کن، شربتم یه قاشق غذاخوری پر یک ساعت بعد از اینا رو بگی دمت گرم، من دیرم شده، چند جا دیگه باید برم ببرشون پشت ماش خانم را بندازم میام دیگه. اینم اگه دردت زیاد شد از این استفاده کن. بازرسم. بفرمایید. سلام. سلام. در این کمد باز کن ببینم. کاظم جا یه لحظه بیام در باز کن.
تازه دارم باز میکنم. هما یه لحظه صبر کن. امیر کو؟ تو اتاق تاریکه. یه سیدی از مهد آورده، اگه ببینی خودتو میکشی. از کی گرفته؟ چی؟ از کی گرفته؟ چه میدونم، هرچی هست از اون مهد کوفتی شدی. هما فرات خیلی بهت سلام میرسونه. چرا اینجا نشستی؟ نمیترسی تو تاریکی؟ چیکار کردی باز مامانو عصبانی کردی؟ نه عصبانی کردی، یه دستش خسته شده. این سیدیه چیه مامانت میگه؟ کجا آوردی؟ پیداش کردم. از کجا آوردی؟ از تو همین اتاق. چرا الکی میگی بابا؟ بکن آدم فضایی ها از اونجا اومدن و سیدی گذاشتن و رفتن. بده من اونو، بده من. مامان تو عکس پشی میخنده. ها؟ چه میدونم اون موقع به همه چی میخندید. من گفتم چرا تو عکس نیستم. نمیدونم. بابا چرا به اینا دست زدی؟ ها؟ چیکار داری به اینا؟ این چیه؟ مثل سوال. نشدی؟ سوال از پنجره اینجا معلومه؟ سوال کیه بابا؟ سوال یه توپ درست یه دایره است. اون اسمش زحله بابا. نور سوال تو میفته تو پنجره بعد میره. واقعا؟ نگاه الان ببین. نه این نور ماشینه که رد میشه. کجا میاد بالا؟ پرواز میکنه؟ نه یعنی میخوره به یه چیزی انعکاسش میاد بالا. انعکاس چیه دیگه؟ انعکاس یعنی مثلا یه نور میتابه به یه چیزی، بعد یه چیز دیگه یه جای دیگه روشن میشه. فهمیدی؟ خوبی؟ دیگه دلت درد نمی کنه بابا؟ ها؟ دیگه مامان اذیت نکنی ها؟ بیداری هنوز؟ آره. چی شده؟ چیز نشده، یکم خوابم هم ریخته. موبایلت چرا خاموش هرچی میگیرم؟ نمیدونم، شاید شارژش تموم شده. نگاه نکردم. خونه دسته؟ نه، این مال چیه؟ سگه. کشتیش؟ نه، یه سگه بود، زخمی بود، کمکش کردم. به سگ کمک کردی؟ تو که انقدر میترسی از سگ؟ چه تو دیوونه شدی؟
به نصف شب واسه خودت میری میای، عصبی کلافه شدی. خب چه ته حرف بزن با من، من که میدونم یه چیزی هست، بگو دیگه. امیر چیزی بهت گفت؟ امیر چی رو باید میگفته؟ نه هیچی، وقتش نیست الان بعدا صحبت وقت چی نیست، با من حرف بزن ببینم چی شده. امیر باید چی رو به من میگفته؟ من خودم مطمئن نیستم. چی رو مطمئن نیستی؟ میگم من شک دارم، الان من یه چیزی بهت میگم تو هم هول میکنی یه دفعه. هول نمیکنم. چند شب پیش برق رفته بود، امیر جیش کرد، من بردمش تو همون بشورمش، گفت یکی بدنش رو ایده. یعنی چی یکی بدن شدید؟ راست و دروغ این بچه معلوم نیست، اصلا معلوم نیست چی شده، کی دیده، کجا بوده. که اینو گفت؟ درست آدم نیستم اون حدود گم شدنش. چرا الان داری میگی به من اینا؟ گفتم تو هم نگران نکنم، خودم سر در بیارم ازش. نکنه یک کسی به بچه‌م کار کرده باشه. چی میگی؟ تو خودت داری برای بچه حرف در میاری دیگه، نزن این حرفو. برای چی داری روی همچی مسئله به این مهمی در پوش میذاری فراد؟ واسه کسی نبوده، چیزی نبوده، سرپوشیه. من یه درصد هم چیزی باشه این قضیه مردونه، چه اسم میذاری روش؟ تو اصلا نمیدونی ماجرا یعنی چی؟ چرا انقدر مزخرف میگی تو؟ من میبینم بچه‌م شب ادراریاش بیشتر شده، میبینم همش داره بالا میاره. تو نگران نباش، من خودم نشستم فکر کردم هر جایی که ممکنه بوده باشه. تو مهد که یه مش بچه‌م، بعدش هم که میره خونه مامان دینا. اگه هم اونجا نره که با من یا تو خونه است. حالا یه چند بار پشت در مونده که اونم مطلق زود بردش خونه خانم بلورچی. تو بیابونم که کسی رو ندیده. من هر کی که بوده رو چک کردم، دربون مهد، خان محمد، چه میدونم مطلق. من سر از کار این پسر پیمانم در نیاوردم. ببین فقط یه چیزی، این امیر با حامد تو خونه مادر دینا خیلی تنها میشن. وقتی مامان باباش طلاق گرفتن یه جوری شده انگار جلوش وله دیگه، نه اینکه کاری کرده باشه، میگم شاید این جور چیزایی که بچه‌ها تو این سن میشنون اومده به امیر گفته که مثلا بگه من بزرگم سر در میارم یا چه میدونم تو این تبلت حامد. حامد؟ من بچه مؤدب‌تر از حامد تا حالا ندیدم. چرا فکر نمی‌کنی یکی از همونایی که داری خودت میگی بوده؟ کی؟ چیو می‌خوای ثابت کنی؟ میگم چیزی نبوده. همین این پسره کیه؟ پیمان چی گفتی؟ همون که تو بیابون دیدیش، یه ماشین آفرود داره همش ول میچرخه اینجا. نه، اینطوری اصلا نمیشه. من باید بچه رو بیاریم بشونیم، حرف بزنه بامون، ببینیم چشه. دیوونه شدی؟ با این کارت ذهنش رو خراب میکنی. تو میدونی برای چی داری در پوش میذاری؟ برای اینکه برات افت داره که به دیگران بگی همچین مسئله برای بچه تو اتفاق افتاده. تو نمیدونی داری چی کار میکنی با این بچه. هر چقدر بیشتر شخ میزنی بیشتر گوه میزنی به زندگیش. من مثل تو وای نمیستم فقط نگاه کنم. من یه مادرم، تتوی همه چی هم در میارم فراد. من خودم مرخصی گرفتم به کارام برسم، تو میگی بیام کمک تو؟ پیتزا میگیرم براش، حامدم دوست داره. مه دیگه نمیذارم بره. ماما یه لحظه گوشی نگه دار. به چی میخندی؟ فیلم چیزی نیست. چی بامزه؟ چیه مامان دسته؟ پیمان به هم داره. همه پایین ساختمون کار دارم، مراقب امیر باش، برم برگرد. شکری نکن اینا. آقای مطلق
سلام خانم. کجایی شما؟ سه ساعت دارم صداتون میکنم. گلاب براتون خانم. من مرض قند دارم. مجبورم تومتوم برم دستشویی. دستشویی اینجا کجاست؟ من نیدم. از این ور برین اون پشته. بچه من اون روز برای دستشویی؟ چند بار به شما بگم. من رفتم دستشویی برگشتم اومدم دم امیرخان نیست. رفتم تو محوطه دنبال شما رسیدین. کاری داشتی؟ کار داری میکنی؟ ببخشید خانم. بچه کی؟ کاری نمیکردم خانم. و خدا ببخشید میخواستم بشورمش فقط. برای چی میگی ببخشید؟ میگم این بچه کیه؟ ببینم تو رو خاله. و خدا بچه همشهری هم است. دو هفته پیش بنده خدا از سر ساختمون افتاده پایین فوت کرده. به این خاطر آوردن پیش من تا اما یکو کس چی بیه برش کن گپ بزنیم کاراش ردیف کنیم. تو رو خدا خانم اگه ما رو بندازین بیرون این بچه آواره خیابان میشه. با شلنگ برای چی داری میشوریش؟ خب این بچه مریض میشه، ذات‌الریه میشه. باکش نیست خانم. میوردش خونه من خودم همومش میکردم. گناه داره بیچاره. خاله اسم چیه؟ نامش قادر است. خودش زبون داره بگه. این چه طرز بچه نگه داشتن آخه؟ خانم من حق ندارم کسی رو بیارم تو اتاقم. اگه آقای دانایی اینو بفهمه پدرم در میاره مرا میندازه بیرون. فقط آقای مطلق خبر داره از این جریان. میخوام یه کار برام انجام بدی. هر کاری باشه بچیش. میخواستم یه چیزایی از این پسر پیمان بدونم. آفری حولشو بده جانم. چیه پسرم سردته؟ آره بیا بغلم. تو بیا بغلم. سرده شده جانم. جان چکای مهدی شد گرفتی؟ آره کارم دیگه تعطیل دیگه نه؟ ترجمه میکنم من. خیلی ممنون. الان تو میخوای داروهای قاچاق تو بذاری برای چی یخچال من خالی میکنی؟ بقاشی داره؟ بفهمو تحویل بگی. فردا بره تو در همسایه بگی با اون قاچاق چیه خوبه؟ قاچاق کدومه؟ یه سری مولتی ویتامین تقویتی سری حساب کتابی نمیذارم بیاد تو. مواد که نیست. بقیهش هم که مال همین تحریم محریم هست. نکن بابا. برو پایین. ای بابا. برو پیش مامانه. بیا مامان. بیا پیش خودم. چیو با هم دی؟ اینجا. داری چی کار میکنی؟ میخوام کتاب ترجمه کنم. یعنی چی؟ یعنی یه نوشته ای رو از یه زبونی به یه زبون دیگه تبدیل کنی. چرا؟ واقعا؟ تو خودتو ناراحت نکن. برای کسایی گفتم که کتاب میخونن. تو که کتاب نمیخونی. من میخوام ترجمه کنم. ترجمه؟ بیا. چی بنویسم؟ خیلی خوب ماما صبر کن. Je me sens à l'étroit. یعنی چی؟ دیگه اگه قراره ترجمه کنی ماما خودت باید معنیشو بگی. نمیخوام. یعنی خود را در تنگنا احساس میکنم. فرانسه رو ولش کن بابا جان. بگو باگه دوست دارم. باگه دوست دارم. آفر. جوتم. جوتم. شتمتم نه. باگه دوست دارم. باگه دوست دارم. باریکه. اونو نپافم. اون لو دو بین. یعنی چی؟ نیو جور آیم و گرد قصیه بکه. زوان شوی نجزانه بد توی با منال زوان فرانسه یاد. باگه دوست دارم. باگه دوست دارم. چیه حالا سوزنت گیر کرده؟ ای دوست دارم دوست دارم. صد دفعه بهت گفتم نمیفهمی که.
کجا؟ جیش کردم. چی؟ اگه صد دفعه بهت نگفتم جیش داری به من بگو. توی قفه. بی ادب. Il tente d'établir la paix. Il cherche à éviter les conflits. Il tente de faire de pape. Il s'en sortait de pape. Mon ami est quelqu'un de calme. Mon ami est quelqu'un de calme. Ce lieu est tranquille. خانم محمد. بله. سلام. سلام. این پسر پیمان از که پایینه؟ یک ساعت میشه. چیکار میکرد؟ اش فقط چرخ میزد. حواست به بچه من باشه، میرم زود برمیگرد. برو مام. چشم. بیا قادر. امیر غذا میخوری؟ نه مامی. سپر دو قادر پیدا کرده بود. سلام. سلام. شما مادر امیری؟ بله من مادر امیرم. داشتیم پیاده روی میکردیم. پیاده روی تو تپه؟ میخواستم ببینم پشت اون تپه چیه؟ یه تپه دیگه. چقدر تو بامزه ای. اگه میخوایی میتونم ببرمتون اونور ببینید. من اینجا رو از خونه هم بهتر بلدم. اه؟ من فکر کردم خونت هم اینجاست. تیکه که ننداختیم. چرا؟ دقیقا تیکه انداختیم. خب خوبه، فکر کردم جدی گفت. پیداش کردین؟ نه. صبر کن یه دقیقه. آره دیدمش. چقدر کوچیکیم از اینجا. منم ببینم. بیا. کدوم این شما؟ ببین اونی که تو بالکنش گل و گیاه داره. چرا سگ تو هپگا گرفتی؟ دیدم تو پارکینگ داشتین با هم دعوا میکردین. بابا دختره دیوانه است، با همه هست، با من هم هست. خدایش اصلا منصفانه نیست. یعنی چه با همه؟ خب شاید یه کار میکنه که مثلا تو بهش توجه کنی یا نمیدونم، داره یه شیطنتی میکنه. نمیدونم بابا، ولش کن. دوستش داری؟ دوستش که اولش فقط مشتری بود، بعد هی میگفت بیا خونه هم برات پیانو بزنم از این حرف. مثلا یه سری از این زنها حوصله میخوام به خدا. تا چند سالته مگه واسه زنها کامنت میدی؟ چند میخوره؟ یکی پرسیدن چند سالته، نگفت چند میخوره، افتاد مرد. داود یارو از خماری مرده. چرا زنه که باید با شما بچه ها سر و کله بزنن؟ پدر مادرت کجان؟ جدا شدن. من یه مدت با پدرم زندگی میکردم، الان جدا زندگی میکنم. وقتی امیر گم شد تو اینجا بودی یا بعدش اومدی؟ خب من که همیشه اینجا پلاسم. خب اون روزم با پگا بالا بودیم، برگشتیم مجتمع فهمیدیم امیر گم شده، با خود شما اومدیم بالا. یکی عمدن داره فیلتر سیگاراشو مینازه تو گلدونای من. دیگه اعصابم خورد شده. دیگه اینو که میتونی بری بپرسی. کجا؟ کجا؟ برو ببینم. خب برم بیرون. سرگرم کن، من کار دارم. امیر بابا بیا ببین هانگ چه بزرگ شده. بیا کلا بیسبالم براش خریدم. فراد یه بسته از این خاکای گلدون تو اتاق تاریک اونو برام بیار. همونجاست تو کموده. نه گشتم، اینجا نیست. چرا پشت سم سوسکا گذاشتم بگم؟ اون سم سوسکا هم بریز بیرون دیگه، سوس نداریم ما. تو نمیخواد نگران سوسکا باشی. برو بگرد ببینم کی این فیلتراشو میندازه تو گلدون.
سلام. سلام، خوب هستین؟ بفرمایید تو. خواهش میکنم. ممنون، متشکرم. خانم بلوچه خوبن؟ خوبن. چیزی شده؟ نه چیزی نشده. خوب پیانو میزنین؟ چیه بهم نمیاد؟ چرا نیاد اتفاق؟ خیلی هم بهتون میاد. شما من میشنوی؟ بله، یه موقعی از تو هواکش دستشویی صداش میاد میشنم. چه با مزه کنسرت تو دستشویی. فقط نمیدونم چرا یه جوریه. نه این بد نیست، کامل نیست. چجوری بگم، انگار شک نمیگیره. نمیدونم. باش، ببخشید دیگه. یه چیزی، بوی سیگارم یه موقعی میاد، اونم شما میکشین؟ سیگار تو دستشویی؟ نه، من سیگارم تو بالکن میکشم. باش، ببخشید دیگه، مزاحم شدم. با اجازه. خدافظ. میگم سعی میکنم دیگه ته سیگارم نیفته تو گلدوناتون. مرسی. بیا مامان پسرم، بیا بسی تو استادم. امروز پیش این پسر پیمان بودم. یعنی چی بودم؟ بچه خوبیه، کاری نمیتونه باشه. بچه خوبیه؟ یعنی چی اون وقت بچه خوبیه؟ مگه قرار نبود بری تتوشو دراری؟ خب نرفتی، من افتادم دنبالش. کی گفته نرفتم؟ انتظار داری راه بیفتم با این لاتولوتا عیاق بشم ببینم با بچه‌م چی کار کردن؟ یعنی چی؟ جواب منو بده. شوری دیگه. چی کار کردی؟ بگو ببینم. چی کار برمیکردم؟ من مثل تو گردنمو کج میکردم به مردم نگاه کنم؟ از چی میترسی تو؟ به خدا من یکی چپ نگاه بچه‌م بکنه شکمشو پاره میکنم. تو پدری داری میکنی براش؟ هی ببره شهر بازی، هی سیدی براش بخر بذار، گوچی تو بده هان که کوفتی بازی کنه. این بچه داری سرگرمش میکنی، درپوش رو چی داری میذاری؟ تو چه غلطی داری میکنی با این دیوونه بازیاش؟ ها؟ کجا دیدی این پسر پیمانو؟ تو روزشو دیدی من شباشو دیدم؟ افتادی دنبال این ماجرا شرف کیو ببری؟ بچه خودت؟ نکن جلو بچه. شرف از نظر تو چیه؟ حالا یاد مادریت افتادی ها؟ اون موقعی که میگفتم نرو سر کار، بشین بالا سر بچت که خوب دم از حقوق برابر زن و مرد میزدی، الان کارتو ول میکنی؟ تازه یاد افتاده مترجمی ها؟ من اگه کار نمیکردم تو این خرجا زیرش زایده بودی. زایده بودی چیه؟ درست حرف زن، زایده بودی. تو اگه خواستای عجیب غریب نداشتی من خوب بلد بودم پس زندگیم بر بیام. زایده بودی. منت بی خودی سر من نذارا. من همیشه کار کردم، از این به بعدم کار میکنم. حیف که این اینجاست. بذار قضیه این بچه اینجاست. معلوم بشه. نمک نشه. تو چی کار کردی واسه ما؟ ها؟ ویو جنگلت کو؟ آوردی ما رو تو بر بیابون؟ حسرت یه روز آرامش مونده تو دل من. تو چی کار کردی؟ حسرت. آره حسرت، حسرت. نه، تو کشیدی. تو که بیشتر از من شوق داشتی. بریم از اون به قول خودت سگدونی خلاص بشیم. حالا شد حسرت؟ تقصیر تو نیست. اشتباه منه. من فکر کردم اگه یه چیزایی تغییر بکنه تو هم تغییر میکنی، تو هم عوض میشی. نشد. من نباید میرفتم با کسی که چند سال از خودم کوچیک‌تر ازدواج میکردم. تقصیر تو نیست که. جان نترس، چیزی نیست.
اسمش چیه؟ هانک. چه اسم خوشگلی؟ نژادش چیه؟ نمیدونم. چه پسر خوشگلی؟ گریه نکن. تکون نخوا ببینم. نکن خطر داره. آقا کوتاه کوتاه کن. مطمئنی؟ آره کوتاه کن. تکون نخور مگه با تو نیستم امین. سرشو برگرد اینوری. میزنم تا تکون نخور. کامل کوتاه کن آقا. کامل کوتاه کن من گرفتمش. سلام خانم، تو کجا میری؟ تو همین اسکای بیارتی سواشی میرسونمت. دستتون درد نکن. بفرمی. نه خواهش میکنم. بفرمی. خواهش میکنم بفهمی حرفا چیه؟ سلام. سلام. چیکارش کردی بچم؟ امی ماما یادتی یه چیزی به بابا گفتی؟ گفتی هر موقع یادم بیاد بعدم بهت میگم. چی بود ماما؟ نمیدونی؟ به بابا گفته بودی که یکی بعدم تو دیده. کی بود ماما؟ نمیدونی؟ چرا ماما نمیدونی؟ یه ذره فکر کن ماما. به ذره ماما فکر کن ببین کی بدن تو دیده. ماما ماما میشوده. فکر میکنی ماما به من بگی کی بدن تو دیده؟ ماما میگی کی بدن تو دیده؟ ببینم کن آروم تر. ماما جا یه ذره فکر کن. امیر حرف بزن ماما. حرف بزن ببینم کی بدن تو دیده. نمیگی مامان؟ به مامانت بگو مامان کی بدن پسر منو دیده ها؟ بگو مامان. نمیگی امیر؟ حرف بزن مامان بهم بگو کی بدن. مامان مامان به من بگو مامان کی بدن تو دیده پسر من باید بدونم مامان. آی بگو چی دایناسوره؟ نه بتمنه. نه من که نمیفهمم چی اصلا چیزی درست نمی کنی که. هانکه. هانکه آفرین. بذار حالا نوبت من. مامز عزیزه شدم؟ نه بابا جون خیلی هم بامزه شدی مده. بذار خاموش کنه شما. خب بخواب دیگه. چرا هم روشن میکنم نترسی. بذار میخارنی؟ باشه بشه اگه چشاتو ببندی ها. من پشتتو میخارونم. آخ دردم گرفت. چرا؟ من لیفو محکم کشید سخت شد. حاله چیه؟ بلند شو. چی شده؟
پشت همین رو دیدی؟ آره دیدم، چیزی نیست، تو همون شد. چیز مهمی نیست؟ یعنی چی چیز مهمی نیست؟ داشتم لیف میکشیدم، یه ذره محکم کشیدم. تو برای چی بردی کچلش کردی؟ تکون خورد خراب شد، موهاش گفتم بزنه دیگه. آره دیگه، مرد باید کچل باشه، تنبور کچل کن. شعر و ورا چیه میگی؟ من یه دفعه اولت میبری شمون. من نمیفهمم منظورت چی هستن. ترسناک شدی، واقعا یه موقعی ازت میترسم. من بیشتر وقتا میترسم. از کی؟ از خودت؟ آره از خودم، از تو، از امیر، از همه چی. برو بابا، تو حالت خوب نیست. امیر بهم گفت کار کی بوده. چی؟ پگا بوده، دختر امیر خانم بلورچی. پگا؟ بابا اونا که آدمای... تو کجا میدونی چجور آدمایی هست؟ هر چیزی از هر کسی برمیاد. ول کن، این بچه هر دفعه یه چیزی میگه. خب پگا چیکار میتونسته کرده باشه؟ نمیدونم، سوال منم هست. خیلی کارا میتونسته کرده باشه. من زنم میفهمم. فکر نکنم اینا آدم حسابی هست. دختر پیانیسته، همش تو خونه هست. خودمون بچه‌مون رو گذاشتیم چند بار پیششون. گذاشتیم؟ من نذاشتم، تو گذاشتی. دفعه اول که خودت گذاشتی، گفتی خانم بلوچی چه مهربونه، چقدر امیر رو دوست داره، عاشق پسراست. نمیدونستم دخترش اینقدر کثافته. بحث نکن. زر آرومتر. بابا فرهاد. الان میام بابا. تو الان عصبی، نمیفهمی داری چیکار می‌کنی. صبر کن، من خودم درستش می‌کنم. خب؟ تو نمیتونی درستش کنی. تو اگه می‌خواستی درست کنی، درست کرده بودی. تو نمیتونی. شدی عین این پیرزنه، یه چیزی رو تکرار می‌کنی. شورش رو دیگه درآوردی. آره من پیرم، من پیر زنم، پیرم، چیکار کنم؟ بس دیگه، گند همه چیو در نیار. تو هم گند همه چیو نپوشون. نه بس، مثل تو خوبه، برینم به خودم و زندگی. دستشویی؟ نه خیلی درد میکنه. اینجا درد داره؟ اینجا بیاید تو بکش پایین. شاید یکم ازش گذشته خوب شده. صبر ماما. گفتید قبلا هم اتفاق افتاده بود؟ بله، چند باری خانومم بهش بروفن داد. خانم برای چی سر خود به بچه دارو میده؟ بخشید. لطفا دیگه همچین کاری نکنید. به نظر من مشکلی نداره. یه آزمایش براش مینویسم. اگر چیزی باشه معلوم میشه. شاید هم عصبی باشه. وای خوش دید موهاشو. به قهر میکنی؟ قایم میشی؟ امشب با مامانتون شام بیاین خونه ما. چه ناگهانی، مزاحمتون نشیم. نه مزاحم نیستیم، بیاین یه چیز درست میکنم با هم میخوریم. خوشحال دیگه، اصرار میکنیم بیاین یکم معاشرت کنیم با. ماما بیا، بودو ماما، بیا شربت تو بهت بدم بخور. بودو پسرم، بیا ماما ببینمت. آفرین. اه، چرا سر خود باز به بچه شربت میدی؟ دکتر حالا یه چیزی گفت، بچم دلش درد میکنه، بعدم میخوام شب زود بخوابم. بخور ماما، همشو بخور. چیکار میخوای بکنی؟ چرا گفت اینا بیام؟ شام ساده است دیگه، من نمیدونم تو چرا همه چیو سخت میکنی. آبروریزی نمیکنی ها؟ خیلی اینجوری میشه از این حالتات میترسم. اون ترسناکه؟ از من بترس، من ترسناکم.
بیا مامان لباساتو تنت کنم. بودو ببینم. نه اینجوری را نرو امیر، درست را برو. امشب مهمون داریم، حرف مادرتو گوش میکنی. شبم زود میخوابی خب؟ شامتو میخوری میخوابی. امیر جون بعدش هم با هم تانگو میرخصیم باشه؟ نه خیر امیر، فقط با من میرخصه مگه نه؟ با تو با تو هیچ جون دیدی گفتم این امیر منه. بیشتر که میاری؟ دلش درد میکرد. حالا بریم. دلش درد میکرد؟ حالا چی گرم؟ دکتر من بفهمه، بفهمه شام بوده بگم شام بوده 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 شام. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. یه خورش تو یادم رفت. حسابی به زحمت افتادیم، انشالله دفعه دیگه ما در خدمتتون باشیم. خواهش میکنم. خبر حاله جان، مگه میخواستی یه لشکر رو غذا بدید؟ این همه غذا درست کردیم. گوشتش بیشتره. بفهمه، بفهمه خواهش میکنم. من چون نمیدونم چه بریزم، خودتون دیگه زحمت بکشید. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. زحمت شما رو که نمیشه با یه شام جبران کرد. من فسنجون درست کردم ولی نمیدونم شیرینه. شما شیرین دوست دارین ندارین؟ من که خیلی دوست دارم. چه زحمتی؟ بچه دوبار اومده بالا، حالا که دیگه نمیذارید بیاد. من با پگاه میخورم. بابا جون تو که فسنجون دوست نداری، بیا برای لازانیا بذارم، لازانیا بخور. بخور بابا. حالا جون من 100 سال فسنجون نخوردم. چطور درست نمیکنن خانم بلورچی براتون؟ خانم بلورچی غذا درست کنن، چه حرفا. عزیزم من قضا همو درست کردم دیگه، حالا نوبت شما هاست. ولی تو نوبتت هم فکر نمی کنم خیلی دست به سیه سفید زده باشی، با اونم خدم و هشم. میبینی حالا جون وقتی قرار آدم نیاره از دخترم نمیاره. بله شما هم دلتون پره. ولی این شانس من بوده، وگرنه الان بچه براد پیت بودم. من بچه براد پیت میخوام. قربونت بشم، تو خودت یه بچه براد پیتی خوشگل. من آقا فراد حوصله نداره. نه امشب یکم خواهش لوس کرده. نه مامو برای چی لوس کنم؟ والا شوهر لوسش خوبه. آره به شرطی که خودت لوسش کنی، بعدم نگهش داری. لوس مامان دوس. مامان بوش چیه؟ یه لباس گشاده بابا جون. از اینا که میتونی کلن بری توش. من با مامان بوش میخوام برم توش. مامان تو وسایل قدیمی بابا بگردی حتما پیدا میکنی. بابا چرا نمیخوری؟ میخوای ببرم بخوابونمه؟ نه میخواستیم با هم تانگو برخصیم تازه. نه شربتشو خورده مریضه بچم، شام هم بهش دادم دیگه بره بخواه. بیا بیا بابا ببرم جیشتو بکنی بخواب. امیر ماشاءالله بزرگ شده، خونه ما که خودش میره دستشویی. بله اینجا هم خودش میره دستشویی، الان موقع خوابش. برو ماما. بیا بابا. میخوای بیام برات قصه بگم؟ نه بابا. بیا بابا. بی بفا کولم کن. زشته بابا، کوله چی آخه؟ کول پای میخوام. بیا برو بخواب ماما. شب بخیر گفتی؟ شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر ماما. خونه شما که امیر اذیت نمیکنه. نه الهی قربونش برم، خیلی بامزه است. بر خودش میچرخه، با پگاه بازی میکنن. چه بازی با هم میکنیم؟ بازی دیگه، قایم موشک، گرگم به هوا، پیانو میزنیم، دسر درست میکنیم، از این کار. پیانو میزنیم. شما چند سالتون بود ازدواج کردین؟ این تریپ عاشقی ها دیگه. آره از این خربازی ها. اون زمان چه
خیلی خندیدم. بخشید. آقا فرکرد کجا هستین؟ ایلام. ایلام؟ یادش بخیر با حامدی پدر پگاه یه سفر رفته بودیم اون طرفا. کرمانشاه و ایلام و کردستان به نظر من اینا بهشت واقعیه. یعنی کلا میدونی چیه؟ فکر میکنم اصلا کردا خیلی آدمای مهربون و نجیب و گلیه. بله واقعا همینطور. حالا خوب نیست من بگم، تعریف از خود میشه. جالب بود شما رفتین اونجا. ولی الان آقا حامدیتون خانمشون رو به جای کردستان میبرن پاریس. به جهنم برن هر دوشون. من خر بودم که گذاشتم زندگیم بره رو هوا. شما میگم قرائت فارتو کم میکردی پس انداز میکردی الان وضعمو بهتر. ببخشید یه وقت فضولی نباشه، همسرتون زیر سرش بلند شد؟ چیکار داری؟ همینجور دارم ولی چی میپرسم؟ همون کلیشه همیشگی زن کهنه و دختر جوونا. اصلا کدومشون نمیکنه. تا همشون باد میده. اصلا حالا خوب بود کارش یواشکی میکرد. آدمی که دنبال دلش باشه هزار راه میره. من نمیدونم چه فازیه این مردای زندار بیشتر چششون دنبال اینه اونه. آره؟ اینجوریه؟ مردای زندار بیشتر چشمشون دنبال اینه اونه؟ نمیدونم. موچه این آقا فرادو نمیشه گرفت ولی خیلی مرموزه. مرموزی؟ مرموز؟ حالا فعلا که محکومم. شما خانوما شخمتونو بزنین دیگه. آخه چه مظلوم. وقتی اومده بود تهران اونقدر بامزه فارسی حرف میزد. مومن فکر شقیه منه. مومن چی؟ فرانسوی گفتی؟ سلام. چی بودی این؟ چه باحال بود. آره باحاله، ولی وقتی سنت بره بالا معنیشو میفهمی. به نظر من اصلا زبان و قومیت و این حرفا مهم نیست. اون چیزی که اهمیت داره نجابت و شخصیت و اصالت خانوادگیه. بله اصالت خانوادگی و شخصیت و نجابت خیلی خوبه که خیلی ها ندارن. چطور؟ خانم بلوچی بفرمه، هیچی نخوردین که. راستش من اصلا شبانه باید شام بخورم ولی انقدر غذاها خوشمزه بود که امشب زیاد خوردم. حالا رژیم و امشب دیگه ولش کنیم، بفرمه لازانیا بخورین. حالا جون اگه چیزی ناراحتت کرده بگو. نه بابا داره شوخی میکنه، منظوری نداره، باور میکنین. منظورم خودم میتونم بگم. چیه ماجرا؟ چی پگاه خانم داره شوخی میکنه؟ میگم که حالا جون من کاری یواشکی ندارم، از کسی هم نمیترسم. نه آخه ما هم زمان خودمون یه کارایی میکردیم ولی یه ادبی احترامی سرمون میشد. این نسلی اصلا هیچی. چی کار کردی پگاه؟ نمیدونم والله. مشکلی نیست خانم بلوچی، شما هم مراد کن دیگه. لابا چون ما با آقا فرادشون یکم بگو خنگ کردیم حالا جون ناراحت شده ها؟ آره حالا جون. اصلا گیریم مردا بد، مردا همه خائن. ما که خانم خودمون زنیم دیگه، میدونیم زنها رو میشناسیم. یه وقتا یه کارایی میکنیم که به عقل جنم نمیرسه. من منظورتو نمیفهمم حالا جون. احتمالا منظورش به پیمانه. پیمان؟ فرفری دیگه. حالا چه بحثیه؟ اون که اصلا معلوم نیست از زیر کدوم بوته به عمل اومده. برای همینه که من میگم مرد باید اصالت و نجابت داشته باشه. آقا فرهاد، پدر من خانزاده بوده. ما کلی ملک و املاک داشتیم، کیا و بیایی داشتیم. والا به خدا، ما رو اینجوری نبینین. باز شروع نکنین داستان کپک زده تو. پگاه خانم، شما مراعات کنین دیگه. الان مراعات داره میکنه دیگه، این خود واقعیشه. ببین من خود واقعیم همیشه روه. آها، برای همین روابطتون رو تو پارکینگ مدیریت میکنی؟ پارکینگ چی؟ من نمیدونم به کسی چه ربطی داره من با کی کجا معاشرت میکنم. چی میگی تو اصلا؟ حاله پسر پیمان بچه هست. هنگه تو رفتی با یکی همسن بچه ات ازدواج کردی؟ کسی به تو چرا که حالا داری سر من پگا خفه شو. پگا خانم ببین من از 17 ساله دیگه که دلم خواسته کردم از اینم چیزی قایم نکردم، تاییدم نکرده ولی قایمکی کارم نکردم. آقا فرهاد شما یه چیزی بگو. میگم اصلا نمیذارم من حرف بزنم. الان چون قایمکی کاری نداشتی یعنی همه کارا درست بوده؟ مثل بابات با اون خانومی که ازدواج کرد. کار بابای من به تو چه ربطی داره؟ فکر میکنم دیگه بهتره ما. نه خانم کجا تشریف داشته باشیم، من با تکلیفم با این خانم روشن کنم. تو چیکار داری به زندگی بقیه؟ به زندگی بقیه کاری ندارم، به زندگی خودم کار دارم. پیمان چه ربطی به تو داره؟ امیر که ربط داره، میخوام ببینم این چه بلایی سر بچه‌م آورده. امیر چیه قضیهش؟ چه بدونم. چه میدونی؟ بچه من حالش خوب نیست خانم. رفته پای پنجره، خودش میخواسته پنجره بندازه پایین.
برداشتم بردمش دکتر. دکتر میگه این دلش درد میکنه. میگم چرا؟ میگه از اعصاب. بچه 5 ساله میفهمه اعصاب چیه؟ خانم الان امیر چشه. خانم من اگه میخواستم مثل شما بچه بزرگ کنم الان بچه‌م تو جوب بود. حالا خیلی هم فکر نکن تربیت درستی داشته. پگاه خانم شما هم مراعات کن، احترام بزرگتر تو لطفا نگه دار. والا به خدا از یه جایی به بعد دیگه مادرام زورشون نمیرسه. فکر میکنی من دوست دارم بشینم نگاه کنم که بچه‌م از صبح تا شب رفته نشسته تو بالکن داره فرت و فرت سیگار میکشه؟ تو چی میگی الان این وسط؟ پگاه خانم نه آخه مگه من چیکار کردم با من اینجوری حرف میزنن؟ مشکل عصبی بچت به من چه؟ مشکل عصبی بچه‌م؟ بچه‌م بهم گفته بدنشو یکی دیده. بدن چی؟ غلط کردی، بدن بچه منو دیدی. درست صحبت کن. من؟ نه من. بس دیگه تو حرف بزن. پگاه چی میگه این؟ چه میدونم چرت و پرت میگه. این دفعه آخر که اومده بود خونه ما خورد این گلدونه که مامان دوست داره، افتاد شکست. برای سر بچه‌م که گلدون شکست. نه من دویدم سمتش مثلا میگم اشکال نداره، بچه زده زیر گریه میگه مثل مامانم من نندازین تو اتاق تاریک. تو نمیخواد به من تربیت کردن یاد بدی. ساکت بزن. بذار حرفمو بزنم. و بچه دست خودش رو خیس کرد، من برشم مردمش دستشویی، شستمش، بچه میگه عیبه عیبه. بعد لباسش رو شستم، دو ساعت با اوتو خوش کردم. اینا این مامان شاهده که یه وقت مامانش نمینه تنبیهش کنه یا به قول خودش تربیت. بدنش رو دیدم روانی فکرت خرابه. چی فکر کردین راجع به من؟ خیلی ممنون آقا فرهاد، دست شما درد نکنه. حال خانم بلند شو بریم. خانم بلوچی پاشو بیا پگاه. بفهمیم خانم بلوچی من نمیذارم اینطوری برین ها. انقدر با این گل ملات زندگی گوه تو نپوشون. بیا پگاه. راحت شدی؟ من نگاه کن. من زیستا. خودم میرم. برو. بابا هست. آره همینجا. نری یا؟ نه بابا هیچ جا نمیرم. تو دست مامانو میزدی؟ نه بابا داشتیم بازی میکنیم علیکی بود. اون روز به پگاه گفتم تو ماشین با پیمان چی کار میکردین؟ دعوا میکردین؟ پگاه گفت داشتیم بازی میکردین. همون روز که گم شده بودی؟ آره. من اون روز رفته بودم دنبال پسته. بعدش یه پگاه و پیمان رو تو ماشین دیدم، اکارشون ترسیدم فرار کردم. بعد که پگاه پیدام کرد گفت فکرشی نگم، چون پیمان باز کار بدی کرده بود. مثل فیلم آیپد حامد بود. امشب قبلش هم بهم گفتا. تازه دیگه با پیمانم دوست نیست. بابا جان با پیمان آدم بدیه؟ نمیدونم بابا، من نمیشناسمش. چرا خوابم تکون میخوره؟ نه بابا فکر میکنی. این حبابی قبلنم دیدم سایهشه بابا، مثل اون وقتی که سایه بازی میکردیم. چشو گول میزنه. گول میزنه؟ آره بابا بخواب دیگه. باگه گهنه باگه دوست دارم. باگه منم دوست دارم. باگه دوستتون جایش ششمه. ترسیدم.
حاله من بچه که بودم میدونی